سرخط خبرها. طیف و میل شدن 3.5 میلیون افغانی پول نقد در اداره معارف هرات. شماری از مسئولان اسبق و مدیران معارف ولسوالی ها در این قضیه دست داشتند. بازداشت یکی از اعضای گروه عبدالله اکبری توسط نیروهای امنیتی در هرات. 6 نفر دیگر هم در روستای سیاوشان به اتهام داشتن سلاح غیرقانونی بازداشت شدند. کابل شهری فرو رفته در تاریکی. با گذشت بیش از 20 روز هنوز هم کابلیان در بیبرقی به سر میبرند. و کشته و زخمی شدن بیش از 250 تن در اثر وقوع 3 انفجار قوی در سوریه. داعش مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته است. به نام خدا و سلام و صلوات بر روان پاک حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مکرم ایشان. خوش آمدید به خبرهای 3 هود و 22 فوریه سال 2016 میلادی. مشروع خبرها. وجود مکتبها و آموزگاران خیالی در معارف هرات سبب حیف و میل شدن مبالغ زیادی پول نقد شده است. مسئولان شورای ولایتی هرات با ارائه اسنادی میگویند یافته‌های ریاست معارف این ولایت نشان می‌دهد که تنها در طی 8 ماه اخیر 3.5 میلیون افغانی پول‌های این اداره از سوی برخی مدیران معارف ولسوالی‌ها حیف و میل شده است. این اسناد که از سوی ریاست معارف هرات در اختیار شورای ولایتی این ولایت قرار گرفته، حکایت از وجود فساد گسترده در مدیریت معارف ولسوالی‌های هرات دارد. بر اساس یافته های ریاست معارف تنها در طی 8 ماه اخیر 3.5 میلیون افغانی پول نقد به خاطر وجود مکتب ها و آموزگاران خیالی در شماری از ولسوالی های هرات حیف و میل شده است که در جمع کل که ولسوالی ها که جمع شده 35 لک افغانی فرق معاشات شده در بین 8 ماه که معاش اینا پرداخت نشده، زمانی که بررسی کرده دیده که اینا یک معاش علیکی می گرفته 12 پاس بوده از 14 یا 16 از ماستر نا معاش گرفته بوده. یافته های ریاست معارف هرات که طی 8 ماه گذشته صورت گرفته نشان دهنده دست داشتن شماری از مسئولان معارف ولسوالی ها در قضیه حیف و میل شدن پول معاش معلمان برحال و وجود معلمان خیالی در این ولسوالی ها می باشد. نگرانی از این وجود داره که بخشی از مجموعه اداری احیانا در ولسوالی ها دخیل این پروسه بوده باشند. البته این نیاز به تتبع بیشتر داره، چرا که به نظر میخوره حجم عظیم این کار که به سالیان متمادی انجام شده بدون ای که بخش‌های مختلفی را اطلاع داشته باشند امکان نداره دوام پیدا بکنه. در کنار این در بسیاری از مکتب‌های ولسوالی‌های هرات معلمان خیالی و معلمان جایگزین وجود داشته است. تنها در ولسوالی کروخ 47 نفر به جای معلمان رسمی در مکتب‌ها حضور یافتند و معاش آنان را ارباب‌های روستاها و بزرگان محل دریافت نمودند. در این میان برخی افراد بی‌سواد نیز به جای معلمان رسمی در مکتب‌ها به گونه خیالی و یا جایگزین حضور یافتند. احمد به جای محمود رفته. اونجا بچه‌ها درس داده. خیالی داریم اصلا وجود نداشته. اینا در 20 نفر از خیالی بده 29 نفر هم ایوازی 40 نفر تنها در یک ولسوالی وجود داشته. این شک بیشتر جا دگم این مشکلات داشته. بر اساس یافته های ریاست معارف هرات یک مجموعه به هم پیوسته از مسئولان معارف ولسوالی ها و شماری از مسئولان ریاست معارف هرات در قضیه حیف و میل شدن پول معاش آموزگاران و وجود مکتب ها و معلم های خیالی دخیل بودند و این افراد طی سالهای گذشته میلیون ها افغانی پول را حیف و میل نمودند. یک زنجیره کاملی باید وجود داشته باشه. این مسئله مشکل یک ماه، یک مورد، دو مورد نبوده. مجموعی از اینها نشان میده که در این استقامت حیف و میل مالی در مجموع صورت گرفته، اما بررسی جامع و نهایی از این مستلزم یک کارگروه یا تیم خاص است که بتونه اینا رو مورد مداقه بیشتر قرار بده. اسناد وجود مکتب‌ها و معلمان خیالی و حیف و میل شدن پول معاش آموزگاران در حالی از سوی شورای ولایتی هرات در اختیار رسانه‌ها قرار داده می‌شود که در سال‌های گذشته شکایت‌های فراوانی از رئیس معارف پیشین هرات وجود داشته است و برخی‌ها ضعف مدیریت او را از علت‌های اصلی وجود فساد اداری گسترده در اداره معارف هرات عنوان کرده بودند. در نتیجه عملیات مشترک نیروهای امنیتی در ولسوالی گذره
6 تن به اتهام نگهداری سلاح و مهمات بازداشت شدند. در این عملیات که از سوی نیروهای پلیس، ارتش و امنیت ملی در روستای سیاوشان آن ولسوالی را اندازه گردیده بود، مقدار جنگافزارهای مختلف نیز به دست نیروهای امنیتی افتاده است. در همین حال پلیس قماندانی امنیتی ولسوالی گذره موفق به بازداشت یک فرد مسلح غیر مسئول شده است. این فرد عبدالظاهر نام دارد و یکی از اعضای فعال گروه تروریستی عبدالله اکبری می باشد که همراه با یک میل کلاشنکوف از منطقه تنورمالی قریه سیاوشان توسط پلیس گذر دستگیر و تحت نظارت قرار گرفت. پلیس قماندانی امنیه ولسوالی گذره موفق شدن یک فرد مسلح غیر مسئول به نام عبدالظاهر از محل تنورمالی های سیاوشان گذره دستگیر کنند. از نزد این فرد یک میسلای کلاشنکوف روسی همراه با مهمات آن کشف به دست آمده و تحقیقات پلیس در زمینه آغاز شده. یکی از مؤسسه های خارجی در سال 2015 میلادی برای رشد سکتور خصوصی در هرات 6 میلیون دلار کمک کرده است. این کمک ها که برای 14 شرکت خصوصی انجام شده، فرصت های شغلی را برای بیش از 5000 نفر ایجاد نموده است. در همین حال شماری از اعضای سکتور خصوصی از دریافت کمک های مالی ابراز خرسندی کردند. دفتر آبادی در سال 2015 بیش از 6 میلیون دلار آمریکایی را برای سکتور خصوصی در هرات کمک کرده بود. این کمک 6 میلیون دلاری برای 14 شرکت خصوصی صورت گرفته بود. مسئولان این دفتر گفتند که این کمک ها سبب ایجاد کار برای 3500 نفر به گونه مستقیم و سبب اشتغال برای 1500 نفر به گونه غیر مستقیم شده است. مجموع بر از 14 شرکای ما که امروز مشارکت های خصوصی که ما تکمیل کردیم حدوداً 6.7 میلیون دلار آبادی کمک کرده بود و نظر به ایزای ما که نشان می ده سیستم ما نشان می ده تقریباً 6.7 چند ما شرکت ها کمک کردن. بخش آبادی مخصوص خریداری ماشین آلات و انتقال از او از جای مختلف از کشورهای مختلفی که اکثراً از چین بود تا اینجا بوده. به گفته مسئولان دفتر آبادی، افزایش سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، ایجاد فرصت های کاری، افزایش فروش محصولات داخلی، ایجاد نیروی کار و تسهیل دسترسی به منابع مالی از اهداف اساسی این کمک ها به سکتور خصوصی است. این کمک ها بیشتر در بخش ماشین‌آلات و مهیا ساختن زمین کار برای سکتور خصوصی صورت گرفته است. در برابر کمک هر دلار از سوی دفتر آبادی برای سکتور خصوصی، باید سکتور خصوصی 2 دلار سرمایه گذاری کند. مقابل 1 دلار ما حداقل باید 2 دلار با کمک کنه و بخش ابتکاری است که در مقابل هر دلار که از ما تقاضا میکنه 1 دلار باید با پردازه. منتها دیده میشه نظر به سهمی که حالا دارم که 6.5 تا 7 چند آبادی و با مجموع سرمایه گذاری کردن. در همین حال شماری از کسانی که کمک‌های مالی و ابزارهای تکنیکی برای شرکت‌هایشان دریافت کردند، می‌گویند کمک‌های این مؤسسه توانسته در قسمت سرمایه‌گذاری و کیفیت کار تأثیر مثبتی بگذارد. وظیفه‌ای برای ما دادن، سرعت کار ما، هم کیفیت کار ما بالا رفت، هم سرعت کار ما که تونستیم تعداد جوانای بیکار بیشتر ما به حساب کار خوب بکشیم. و تعهد داده بودیم بر ارتباط اشتغال زایی که او را عملی کردیم. چند نفری که لازم بودی سر ماشینا کار کنن را استخدام کردیم. کمک های برنامه آبادی برای سکتور خصوصی در هرات از سال 2013 آغاز شد. به باور آگاهان این کمک ها ضمن اینکه می تواند سبب ایجاد انگیزه بیشتر سرمایه گذاری ها از سوی سکتور خصوصی شود، از فرار سرمایه ها به بیرون از کشور نیز جلوگیری می کند. مقام های وزارت خارجه کشور گفتند که قرار است دوره چهارم گفتگوهای 4 جانبه صلح میان افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین فردا در کابل برگزار شود. در همین حال معاون سخنگوی ریاست اجراییه ابراز امیدواری نمود که در این دوره از گفتگوهای صلح تاریخ مذاکره مستقیم با طالبان مشخص شود. احمد شکیب مستقنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به رسانه ها گفته که برای برگزاری چهارمین نشست 4 جانبه میان افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین به روز سه‌شنبه در کابل تمام آمادگی ها گرفته شده است. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان اظهار امیدواری نموده طوری که در سومین دوره این نشست در اسلام آباد موافقه شد چهارمین دوره آن در کابل برگزار گردد. همان گونه که در نشست 4 جانبه موافقت شده بود، هر 4 جانب روی مشخص شدن تاریخ گفتگوها میان نمایندگان با صلاحیت حکومت افغانستان و گروه طالبان باید به تلاش‌هایشان ادامه دهند.
از همان تاریخ تا کنون تلاش‌ها جریان دارد و قرار است که به تاریخ 23 فوریه نتایج این تلاش‌ها روشن گردد و در این بخش بحث همه‌جانبه صورت گیرد. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان افزوده که در سومین دور نشست چهار جانبه توافق صورت گرفته تا در چهارمین دور این نشست تا پایان ماه روان در کابل تاریخ گفتگوهای مستقیم مشخص شود. معینان وزارت‌های خارجه افغانستان و پاکستان و نمایندگان آمریکا و چین در امور افغانستان و پاکستان در سومین نشست چهار جانبه در اسلام آباد روی آغاز گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و گروه‌های طالبان تا اواخر ماه روان میلادی موافقت کرده بودند. در همین حال جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان به رسانه‌ها گفته است که امید می‌رود که در نشست روز سه‌شنبه در کابل روی تاریخ و مکان گفتگوهای مستقیم بین حکومت افغانستان و نمایندگان طالبان توافق صورت گیرد. به دنبال این نشست اولین گفتگوی مستقیم میان حکومت افغانستان و نمایندگان مخالفان مسلح آغاز خواهد شد. حکومت افغانستان علاقه دارد تا با تمام گروه‌های مخالف مسلح گفتگو کند. نه تنها گروه طالبان و اشخاص، بلکه حزب اسلامی و شبکه حقانی نیز بخشی از این گفتگوها خواهند بود. ما یک صلح همه‌جانبه می‌خواهیم و تمام گروه‌هایی که اکنون در جنگ دخیلند شامل گفتگوهای صلح می‌باشند. قرار است چهارمین دور گفتگوهای صلح چهار جانبه میان افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین فردا در شهر کابل برگزار شود. سه دور گذشته این گفتگوها نیز در شهرهای اسلام آباد و کابل برگزار شده است. با گذشت بیش از 20 روز از تخریب پایه خط انتقال برق به کابل در منطقه دند شهاب الدین ولایت بغلان هنوز هم برق شهر کابل وصل نشده است. هرچند با پاکسازی منطقه از وجود شورشیان طالب کارمندان شرکت برق به خاطر ترمیم خط انتقال برق دست به کار شدند، اما باز هم یک پایه برق دیگر توسط طالبان تخریب شده است. با افتادن این پایه خط انتقال برق در منطقه دند شهاب الدین ولایت بغلان بیش از 20 روز می شود که برق مصرفی شهر کابل قطع شده و باشندگان این شهر شب و روزهایشان را در نبود برق سپری می کنند. هرچند از روزهای ابتدایی تخریب پایه برق و قطع جریان برق کابل وعده‌هایی به خاطر ترمیم آن از سوی مسئولان داده شد، اما تا کنون این کار عملی نشده است. کار ترمیم پایه با حضور شورشیان طالب در محل عملا غیر ممکن بود، اما نیروهای امنیتی موفق شدند این منطقه را از وجود شورشیان پاکسازی کنند. نیروهای ویژه پلیس و نیروهای کماندوی ارتش ملی جمن با پلیس ملی و کمک شهرهای بغلان عملنده عملیات سم داشتن و تانسی تا پایه که تخریب شده بود مکمل کمر شده و عملا شما که آغاز پایه رو میبینید که به خاطر تمدید برق کابل دوباره کارمندهای برشنا جمعه رای که برشنا عملا دسته حضور دارن. پس از آن که چند روز از آغاز کار ترمیم پایه برق گذشت، هر روز وعده وصل شدن برق کابل از سوی مقام های حکومتی داده میشد. با این همه طالبان هم بیکار ننشسته و شش پایه برق را تخریب کردند. این کار سبب کندی عملیات ترمیم پایه ها شده است. امروز برق مکمل تکمیل شده بود و امشب او ریاست برشنا اطمینان داده بود که برق به کابل میرسه. متاسفانه می لحظه که من راپور گرفتم یک پایه برق در سایه گوسوارا باز دوباره اونا انفجار دادن. این قدرت از واره نشان نمیده. این عدم مسئولیت از واره عدم ازیر نشان میده که اونا من حیث یک افغان و در سرزمین خودشان تصمیم گیرنده نیستند. کسایی که در دهنه غوری است، ما راپورای دقیق دارم برای شما میگم، اونا هستند که تصمیم میگیرن و تا اونا سرکوب نشون اینا تصمیم گرفته نمیتن. دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت نیز امروز در جلسه نوبتی شورای وزیران از مسئولان شرکت برق افغانستان خواست آخرین معلومات را در مورد پیشرفت‌های ترمیم پایه برق ارائه کنند. این مسائلی است که در ابتدا می‌خوایم در رابطه با او وزارت‌های مربوط گزارش‌های مختصر داشته باشند، از جمله مسئله برق کابل که ریاست برشنا در این مورد توضیحات دادن کارهای صورت گرفته، اما گزارش نهایی را می‌خوایم داشته باشیم امروز. با این همه جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی کشور بر رسانه گفته است که برق شهر کابل امشب دوباره وصل می‌شود. دیده شود که این وعده هم همانند وعده‌های قبلی وعده سرخرمن است یا اینکه رنگ عملی به خود می‌گیرد. خبرهای کوتاه داخلی را همکارم تقدیمتان می‌کند.
امروز جلسه ائمه جماعات با حضور جمعی از بزرگان و ائمه جماعات در مدرسه علمی صادقیه برگزار گردید. در ابتدای جلسه یکی از ائمه جماعات در مورد مسجد محلشان و مشکلات آن صحبت نمود. سپس حجت الاسلام و المسلمین روحانی به ایراد سخن پرداخت. حجت الاسلام و المسلمین روحانی به مناسبت ایام سوگواری حضرت زهرا سلام الله علیها در مورد شخصیت و فضایل دختر پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم برای حاضرین در جلسه صحبت نمود. این جلسه هر هفته روزهای دوشنبه در مدرسه علمی صادقیه برگزار می‌گردد. کمک های جنسی و نقدی که با همکاری اتحادیه جوانان هرات و شماری از شهروندان جمع آوری شده بود امروز به فقرا و نیازمندان داده شد. این کمک ها از بیش از یک ماه جمع آوری شده بودند که برای بیش از 100 خانواده اهدا شد. مسئولان اتحادیه جوانان هرات با قدردانی از همکاری و مهربانی شهروندان از شماری از تجاران و خیرین شهر می خواهند که در چنین کارهای خیر سهیم باشند. انفجار ماین خودساخت طالبان در ولایت تخار باعث مرگ 10 تن گردید. فرمانده پلیس ولایت تخار گفته است یک ملا امام در روستای سید مختار ولسوالی بهارک ماین‌های کنار جاده را در منزلش می‌ساخته است. ماین خودساخت او انفجار کرده و در نتیجه آن باعث مرگ خودش و 4 کودکش گردیده است. در رویداد مشابه دیگر یک طالب به نام سید فاروق نیز در این ولایت در منزلش ماین‌های کنار جاده‌ای می‌ساخته و ماین خودساز وی انفجار کرده و از اثر آن خودش، خانم برادرش و 3 برادرزادش به قتل رسیده است. در جریان عملیات پاکسازی طالبان از ولسوالی دشت ارچه کندوز تا کنون 37 طالب مسلح به شمول 2 شهروند پاکستانی و 3 تاجیکستانی کشته شده و 25 طالب دیگر زخم برداشتند. این عملیات پاکسازی طالبان از دشت ارچه آغاز گردیده و یک ولسوال نامنهاد طالبان همراه با 9 طالب مسلح دیگر در این عملیات به قتل رسیدند. ولسوالی دشت ارچه بعد از سقوط شهر کندوز به دست طالبان افتاد. نیروهای امنیتی در عملیاتی که به راه انداختند تلاش دارند که این ولسوال را از وجود طالبان پاکسازی کنند. به خبرهای خارجی از استقلال خوش آمدید. عصر روز گذشته 3 انفجار قوی در شهر دمشق سوریه به وقوع پیوسته است. این انفجارها در منطقه زینبیه و در نزدیکی حرم حضرت زینب سلام الله علیها روی داده است. شبکه های خبری سوری تعداد کشته شدگان این حملات را نزدیک به 100 نفر و تعداد زخمی ها را به بیش از 200 نفر اعلام کردند. گروه تروریستی داعش مسئولیت این انفجارها را به عهده گرفته است. به گفته اهالی محل ابتدا یک موتور بمب‌گذاری شده در بازار میوه و تربار محل منفجر شد و سپس دو عامل انتحاری که یکی از آنها زن بود پس از تجمع اهالی خود را منفجر کردند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده گروه تروریستی داعش مسئولیت انفجارهای خونبار شهر دمشق را بر عهده گرفته است. حسین خلوف والی شهر دمشق به رسانه‌های سوریه گفته بیشتر قربانیان انفجارهای عصر دیروز زنان و کودکان بودند. بر اساس آمار اولیه تعداد قربانیان این انفجارها به بیش از 50 نفر رسیده و همچنین تعداد زخمی ها 130 نفر گزارش شده است. به گفته والی دمشق تروریست ها با هدف قرار دادن مردم بیگناه تنها در صدد تحت شعاع قرار دادن شکست های خود در میادین نبرد هستند. در این حال شاهدان عینی و برخی امدادگران که در محل انفجار حضور داشتند تاکید کردند که تعداد شهدا حداقل به 100 تن رسیده و ده ها نفر از اهالی هم زخمی شدند. این حملات انفجاری خونباری با محکومیت باشندگان شهر دمشق مواجه شده است. از آنجایی که ارتش سوریه در جبهات نبرد در مقابل شورشیان به موفقیت‌های خوبی دست یافته، آنان می‌خواهند با انجام چنین حملات وحشیانه روحیه ما را ضعیف کنند، اما ما در مقابل آنان تسلیم نمی‌شویم. صدای یک انفجار بسیار قوی به گوش من رسید. تروریست‌ها می‌خواهند با انجام چنین حملاتی کشور ما را تخریب کنند. خداوند از تقصیر تروریست‌ها نگذرد. انفجارهای خونبار عصر روز گذشته در حالی در شهر دمشق روی می‌دهد که در اثر دو انفجار قوی که بامداد روز گذشته در شهر هومس روی داد، بیش از 50 نفر جان خود را از دست دادند و ده‌ها نفر دیگر نیز زخم برداشتند.
گفتنی تروریست های وابسته به گروه داعش 11 ماه دلق نیز محل مسکونی دیگری در شرق منطقه زینبیه را با 2 انفجار انتحاری هدف حمله قرار داده بودند که در پی آن حدود 50 نفر شهید و 110 نفر زخمی شدند. نیروهای ارتش عراق خود را برای شرکت در عملیات آزادسازی شهر موسل آماده کردند. خالد العبیدی وزیر دفاع عراق گفته نیروهایی که برای شرکت در عملیات آزادسازی موسل اعزام می‌شوند از آمادگی کامل برخوردارند. به گفته او قطعات نظامی از لشکر 71 ارتش عراق به سمت منطقه مخمور حرکت کردند تا به سایر نیروهای موجود در این منطقه بپیوندند. وزیر دفاع عراق به خاطر بررسی وضعیت عمومی نیروهای ارتش این کشور در جمع آنان حاضر شده تا روحیه نیروهای مسلح عراقی برای نبرد با هراس افکنان بلند رود. به گفته این مقام ارشد امنیتی عراق نیروهایی که برای شرکت در عملیات آزادسازی نینوا اعزام می‌شوند از آمادگی کامل برخوردارند و آنها از لحاظ آموزش نظامی، تسلیح و تجهیز کاملا آماده هستند. امروز ما در مراسم تودیع نیروهای آزادسازی نینوا شرکت کرده ایم. این نیروها که در اینجا حضور دارند از روحیه بالایی برخوردارند. امروز آنها به سوی نینوا حرکت خواهند کرد. پیش از این نیروها سه قطعه نظامی دیگر به منطقه تجمع نیروهای مسلح عراق در بخش مخمور اعزام شده بودند و در آنجا مستقر شدند. به گفته وزیر دفاع عراق نیروهای پیشمرگه بخش مهمی از این عملیات خواهند بود و همچنین تمامی نیروهای امنیتی دیگر نیز نقش قابل توجهی خواهند داشت. تصمیم درباره حضور نیروهای پیشمرگ در این عملیات به نخست وزیر که فرمانده کل نیروهای مسلح است مربوط می شود. اگر ایشان تشخیص بدهند آنها مشارکت داده خواهند شد و همچنان ممکن است با حضور این نیروها موافقت نکنند. پیش از اعزام این نیروها کاروانهای مجهز از نظامیان ارتش عراق از پایگاه تاجی در شمال بغداد به سوی مقر موقت نیروها در مخمور حرکت کرده بودند. در این کاروانها تانک ها، موترهای نظامی و توپخانه سنگین وجود داشت. علاوه بر این انواع سلاح های دیگر نیز در کاروانهای اعزامی وجود داشت که نیروهای عراقی ماه‌ها برای استفاده از این سلاح ها تمرین کردند. نیروهای امنیتی عراق بر این باورند که زمان اجرای عملیات آزادسازی نینوا با توجه به توانمندی نیروهای مشترک عراقی چندان دور نیست و این عملیات به زودی آغاز می شود. فرماندهان نظامی ارتش عراق اعلام کردند برای نبرد آزادسازی موسل از آمادگی کامل برخوردارند و با نیروهای پیشمرگ و ائتلاف بین المللی هماهنگ هستند. مقدونیه روز یکشنبه مرزهای خود را بر روی پناهجویان افغانستان که قصد عبور از این کشور را دارند بست و تنها به مهاجران اهل سوریه و عراق اجازه ورود به این کشور را می‌دهد. مهاجران سوری نیز برای ورود به خاک مقدونیه مجبور هستند پاسپورت و کارت شناسایی معتبر معرفی کنند. در غیر این صورت امکان ورود به خاک مقدونیه و عبور از این کشور را ندارند. به گفته این مهاجران حتی برگه‌های ثبت نام در اردوگاه یونان نیز از سوی مقامات مرزی مقدونیه معتبر شناخته نمی‌شود. یک جوان افغانستانی که خود را از طریق یونان به مرز مقدونیه رسانده است در این باره می‌گوید: روزانه صدها مهاجران سوری و عراقی از این مرزها عبور می‌کنند، اما مهاجران افغانستانی نمی‌توانند وارد کشور مقدونیه شوند. این اقدام مقدونیه بلا فاصله پس از تصمیم دولت صربستان برای ممانعت از ورود مهاجران افغان به خاک این کشور صورت می‌گیرد. تا پیش از این تنها به مهاجرانی از کشورهای ایران، پاکستان و آفریقای شمالی نظیر مراکش و الجزایر اجازه ورود به مقدونیه دادن نمی‌شد و مهاجران افغان در کنار پناهجویان سوری و عراقی می‌توانستند به سفرشان به سمت اتریش ادامه بدهند. همزمان با این تصمیم مقدونیه اتریش نیز از استقرار 450 نیروی نظامی در مرزهای این کشور برای کنترل ورود مهاجران و مقابله با هر گونه اقدام اعتراضی در مرزهای این کشور خبر داده است. این کشور روز 20 فوریه همچنین اعلام کرد از این پس و به طور روزانه تنها 3200 مهاجر می توانند برای ادامه سفر به سمت اروپای شرقی وارد این کشور شوند. اتریش علاوه بر تعیین سقف عبور مهاجران از این پس هر روز 80 مهاجر آن هم به شرط درخواست پناهندگی را در این کشور اسکان می‌دهد. این کشور چندی پیش نیز قوانین شنگن را برای جلوگیری از ورود گسترده مهاجران به حالت تعلیق درآورد. توماس دومزر با انتقاد از این اقدام اتریش پذیرش تعداد کمی از مهاجران به عنوان پناهجو در این کشور و فرستادن بیش از 3000 مهاجر به سمت آلمان را گذاشتن بار بحران مهاجران بر روی دوش آلمان خوانده است.
حال وضعیت آب و هوا و نرخ اسعار در بازار هرات تقدیمتان می شود. خوش آمدید به بررسی وضعیت آب و هوای هرات و چند شهر دیگر. فردا سه‌شنبه آسمان کابل آفتابی، بالاترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین منفی 3. هرات آفتابی، بالاترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 3. مزار شریف آفتابی، بالاترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 11. قندهار آفتابی، بالاترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 6. جلال آباد نیز آفتابی، بالاترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 10. غزنی آفتابی، بالاترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین منفی 4. و سرانجام بامیان نیز آفتابی، بالاترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین منفی 15. توجه شما را جلب می‌دارم به وضعیت نرخ اسعار در بازار روز هرات. یک دلار آمریکایی خرید 68 افغانی و 70 پول، فروش 68 افغانی و 80 پول. یک یورو واحد پول اروپا خرید 76 افغانی و 30 پول، فروش 76 افغانی و 70 پول. یک پوند انگلیس خرید 98 افغانی و 50 پول، فروش 99 افغانی. 1000 تومان ایرانی خرید 19 افغانی و 80 پول، فروش 19 افغانی و 90 پول. هزار کلدار پاکستانی خرید 641 افغانی، فروش 642 افغانی. هزار روپیه هندی خرید 1020 افغانی، فروش 1030 افغانی. یک درهم امارات نیز خرید 18 افغانی و 50 پول، فروش 1860 پول. و یک ریال سعودی نیز خرید 18 افغانی، فروش 18 افغانی و 10 پول. و در پایان یک بار دیگر عناوین اصلی خبرها را بازگو می کنم. حیف و میل شدن 3.5 میلیون افغانی پول نقد در اداره معارف هرات. شماری از مسئولان اسبق و مدیران معارف ولسوالی ها در این قضیه دست داشتند. بازداشت یکی از اعضای گروه عبدالله اکبری توسط نیروهای امنیتی در هرات. 6 نفر دیگر هم در روستای سیاوشان به اتهام داشتن سلاح غیرقانونی بازداشت شدند. کابل شهری فرو رفته در تاریکی. با گذشت بیش از 20 روز هنوز هم کابلیان در بیبرقی به سر می‌برند. و کشته و زخمی شدن بیش از 250 تن در اثر وقوع 3 انفجار قوی در سوریه. داعش مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته است. بینندگان عزیز، این بود بسته خبری که خدمت شما تقدیم شد. من و سایر همکارانم در تیم خبر اوقاتی خوش برایتان آرزومندیم. سپاس از همراهیتان.